بینندگان عزیز، درود بر شما. سنا روحانی هستم و همراه با همکاران گرامیم بسیار ممنون هستیم که انتخاب کردید با ما همراه باشید. به مناسبت 25مین سالگرد تأسیس عبادتگاه نیلوفر آبی، معبد نیلوفر آبی در دهلی نو، روزهای 12 نوامبر و 13 نوامبر جشنهایی برگزار شد. این معبد یا همونطوری که باهایان میگن مشرق الاذکار، در دسامبر سال 1986 درهایش را بر روی تمام مردم از هر آیین یا مذهبی که هستند برای تفکر و عبادت و نیایش باز کرد. امروزه به صورت متوسط تقریباً 8000 تا 10000 نفر روزانه از این معبد بازدید می کنند. و امروز خوشحالیم که میهمان برنامه ما خانم سما ثابت هستند. ایشون یکی از مسئولین برگزاری این جشن ها بودند، به خصوص بخش رسانه ها، و از دهلی نو بر روی سکایپ با ما همراه هستند. سما خانم، بسیار خوش آمدید به برنامه ما و ممنون که وقتتون رو به ما دادید. مرسی سنا جان. خب سما خانم، برای ما تعریف کنید که این مراسم چطور برگزار شد و اصلا برنامه ها چه بود؟ بله سنا خانم، اصلا نمیدونم چجوری، یعنی به چه لغت های استفاده بکنم. اصلا این دو روز 12 و 13 نوامبر اصلا ما نفهمیدیم چجوری گذشت. انگار که همه دنیا اونجا جمع شده بود. کلن 80 کشور، آدم ها از 80 کشور اونجا اومده بودن و کلن 6000 نفر اونجا حضور داشتن. بعد رئیس الوزرای دهلی شیلا دکشیت اونجا حضور داشتن. بعد رئیس الوزرا به همه ما، به اونجا آدم ها که اونجا شرکت کردن، گفتش که من اصلا باورم نمیشه که این عبادتگاه انقدر قشنگ تو هندوستان هستش و این شهر دهلی رو برای همه خیلی عزیز کرده این عبادتگاه بهایی. این اصلا یه نماینده هستش برای شهر دهلی. خسته نباشید از برگزاری این جشن ها. میدونم که خب حضور 6000 نفر خیلی سخت هست که هماهنگ کردن تمام برنامه ها. دو سوال اینجا برای من پیش میاد. یکی این که مایل هستم که در ارتباط با برنامه این جشن برای ما کمی صحبت بکنید و توضیحاتی بدید، ولی فرمودید که مردم خیلی خوشحالن که این عبادتگاه نیلوفر آبی اونجا هست در دهلی نو. کشور هند کلن خودش خیلی معروف هست که آیین‌های خیلی متفاوتی رو داره و عبادتگاه‌های زیبای دیگری رو هم داره. چرا این عبادتگاه که یه خوردم ستایلش مدرن هست اینقدر مردم رو جذب کرده یا این خانوم رو جذب کرده؟ سنا جان، اولین چیز این که عبادتگاه بهایی توی شکل نیلوفری هستش. بعد این گل نیلوفر برای همه ادیانا خیلی عزیزه. یعنی چه بگید هندویزم، چه بگید اسلام، چه بگید بودیزم، این گل نیلوفر برای همه ادیانا خیلی عزیزه. برای همون وقتی مردم از هر دینی اونجا میان، کلن میتونن وقتی میان تو این گل نیلوفر میان عبادت میکنن، مناجات میخونن، یه حالت دیگه اصلا اونجا به خودشون میگیرن تو این عبادتگاه بهایی. بعد عبادتگاه های دیگه هم من میدونم تو هند اصلا مشهوره، خیلی عبادتگاه ما قشنگی داریم، ولی این عبادتگاه بهایی اصلا یه حس روحانی داره. اولین چیز که هر آدمی میتونه اینجا بیاد و میتونه خداشو یاد بکنه. هیچکی فکر نمی کنه که این عبادتگاه من نیست، این عبادتگاه مال دین دیگه ای هستش. هر کی اونجا میاد فکر میکنه که این فقط یه جایی هستش که من میتونم پروردگارم رو به یاد بیارم و هیچکی اصلا فکر نمی کنه که این یه من از کدوم دین هستم. این آدم از هر دین، از هر فرهنگ، از هر کشوری که تو این عبادتگاه بهایی میاد خیلی راحت میتونه اونجا پروردگار مولاشو به یاد بیاره. برای همون این شده اصلا یه چیز خاصی تو همه هندوستان، بلکه این همه هندوستانو یکی کرده این عبادتگاه بهایی. خیلی عالی. خب حالا برگردیم به مراسم جشنهایی که روزهای 12 و 13 نوامبر برگزار شده بود. برنامه چه بود کلن؟ برنامه کلن همش جشن بود بیشتر. یعنی همش ما خیلی رقص سنتی هندی داشتیم. شما که میدونید که هند یه کشوری هست که 25-27 تا استان داره و هر استان یه رقصی داره، هر استان یه زبونی داره و این همه این استانا اومدن و رقصه سنتیشون رو اونجا اجرا کردن. چه عالی. بعدش هم آقای صاحب، بله بفرمایید
بله. بعد آقای صحبا هم شما که میدونید اون کسی که این دیزاین این عبادتگاه مهندس معمار بله. اونا هم حضور داشتن. بله. اونا هم اونجا اومدن، حرف زدن و خیلی آدم‌های دیگه که باهایی نبودن ولی خیلی کار خوب کردن برای این جامعه هندوستان. اونجا اومدن، اونا ما جایزه دادیم تو اونجا عبادتگاه بهایا. اونا هم درباره عبادتگاه بهایا کلا خیلی حرف زدن. یعنی اینجوری بود برنامه برای دو روز. آخر سرش هم خیلی آتش‌بازی مفصلی بود که همه خیلی کیف کردن. واه بچه عالی. میتونم فکر کنم ببینم که اون بنای زیبا در شب وقتی هم که پشت سرش آتش بازی باشه دیگه خیلی منظره زیبا خواهد بود. بله. سنا جان میخوام یه چیزی بگم که این 25مین سالگرد عبادتگاه بهایا فقط جشن این ساختمان عبادتگاه بهایا نبود. این کلا جشن این همه خدماتی بود که این مشرق الاسکار این عبادتگاه بهایا برای جامعه هندوستان انجام داده و برای همون نه فقط بهایا، کلا همه آدمای هندوستان خیلی خوشحال بودن و با خیلی ذوق و شوق تو این جشن شرکت کردن. خیلی عالی، ممنون که سما جان این رو گفتی، چون که مایل هستم برگردیم و بعد در مورد خدماتی که حالا به جز اینکه این در کنار اینکه این ساختمون این نیلوفر آبی عبادتگاه هست که درش برای همه باز هست برای نیایش و دعا، چه خدمات دیگه رو برای مردم اون محل ارائه میده؟ ولی این رو شاید بذاریم تو بخش دوم برنامه‌مون. اینجا دوست دارم از شما بپرسم که به نظر شما در این برنامه یک روز و نیمی که برگزار شد، در این جشنهایی که برگزار شد، کدام یک از بخشهاش به نظر شما مهمترین بود یا چشمگیرترین بود برای شرکت کنندگان؟ من فکر کنم همین این که آدمای مختلف از هر کشور و از هر فرهنگ همه جمع شده بودن یه جا و یه چیزی که همه اینا رو اینجا آورد این عشقی که بود که به این عبادتگاه بهایی داشتن. همه خیلی این براشون جالب بود و این از همه چیز جذب کننده این بود که انگار که همه دنیا اونجا موجود بود. بعد این همه این خواب وحدت بشریت اونجا انگار که راست شده بود، انگار که ما فکر میکردیم واقعا ما همه یکی شدیم اون وقت. این یه چیزی بود که همه خیلی به طرف این چیز اونجا جذب شدن. چه عالی. من میدونم که این سالگرد 25مین سال تأسیس مشرق الاسکار یا عبادتگاه بهاییان همزمان میشه با یه برنامه دیگه در دهلی. بله درسته؟ آخه کلن فکرم کلن دولت دهلی خیلی دارن سعی میکنن که مثلا برای هند، کشور هند و کلن شهر دهلی ادورتایزمنت بکنن همه جای دنیا. بعد ما ساختمونای خیلی قشنگ رو اینا سلکت کردن و مشرق الاسکار یعنی عبادتگاه بهایی جزو اولین جزو تاپ اون لیست اون امارات ها هستش که اینا میخوان برای ادورتایزمنت استفاده بکنن. خب سما خانم عزیز، اینو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که سما خانم چون که ایشون مسئول بخش رسانه ها در برگزاری این جشن ها بودن برای ما گزارشی رو همچنان تهیه کردن که اگر اجازه بدید این گزارش رو با هم میبینیم و بعد برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. سما جان China, Egypt, when Talia bajti rahe, the clapping should be thundering. The whole world is right here. Claps, where are the claps? من سما ثابت از هندوستان، یک کشوری که زمینش آدم‌های مختلف را همیشه پناه داده، همیشه استقبالشون کرده بدون اینکه فرهنگ و دین و کشورشون رو در نظر بگیره. تو همین کشور یه نیلوفری هستش، یه نیلوفری که در پناهش آدم‌های مختلف همیشه اومدن و خداشون و اللهشون و مولاهشون رو به یاد کردن. بله، امروز 12 نوامبر هستش و نه فقط بهائیای دنیا و هندوستان، کلن همه مردم با خیلی ذوق و شوق دارن 25مین سالگرد این عبادتگاه بهائیا رو جشن میگیرن. آدمای
مختلف همه جمع شدن، از کشورهای مختلف، از ادیانهای مختلف، رنگهای مختلف، زبونهای مختلف، و یه چیزی که همه اینا رو امروز با هم یکی کرده این عشق هستش که با این عبادتگاه بهایی ها دارن. کلن این عبادتگاه بهایی ها نشان دهنده این حقیقت هستش که عبادت کردن، خدا رو یاد کردن خیلی چیز خوبیه، ولی اگه این عبادت ترجمه نشه به خدمت تو جامعه، اون عبادت هیچ فایده ای نداره. مثل یه درختی که رشد کرده ولی میوه نمیده. وقتی ما مناجات میخونیم و هم خدمت میکنیم، بعد ما واقعا میتونیم ببینیم که جامعهمون واقعا داره تغییر میکنه، ما این تغییر رو میتونیم احساس بکنیم. Friends, we are honored to have amongst us the Honorable Chief Minister of دوستان. New Delhi. ما این افتخار را داریم که در حضور وزیر دهلی نو سرکار خانم شیلا دیکشیت باشیم. All the very 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 distinguished members of the Baha'i faith. به تمام اعضای بسیار محترم آیین بهایی که اینجا جمع شده اید به مناسبت 25مین سال بنای این ساختمون، ساختمونی که سمبل هنده و به خصوص سمبل دهلی نو، میگم هند چرا که مشابه این بنا در هیچ جایی نیست و سپاسگزار این عبادتگاه هستیم، عبادتگاهی که به نیلوفر آبی معروفه و از طریق اون دهلی تونسته به قلب میلیون ها در سراسر دنیا نفوذ کنه. It is this faith which teaches us. این آیینیه که به ما می آموزه هممون برابر هستیم و همه انسان ها، حیوانات، محیط زیست و طبیعت و هرچه که خداوند آفریده محتاج توجه و پرورش تک تک ماست. And it is the Baha'i faith which rises above everything. و این آیین بهایی است که والاتر از هر نوع تعریف محدودی از خدا و خدایان، نظر خودش را معطوف می‌کنه به بشریت. It goes straight to the heart of humanity. وحدت بشریت یه خوابی نیست، وحدت بشریت یه حقیقت هستش. هر کی اگر امروز اینجا بیاد این آدمای مختلف رو ببینه به این احساس میرسه ما واقعا داریم به یه جامعه بهتر میرسیم. بینندگان عزیز، شما با برنامه برای فردا همراه هستید و مهمان برنامه امروز ما خانم سما ثابت هستند. این گزارشی رو که شما دیدید در حقیقت خانم ثابت برای ما تهیه کردند از جشنهایی که روزهای 12 و 13 نوامبر در دهلی نو به مناسبت 25مین سالگرد گشایش معبد بهائیان، معبد نیلوفر آبی برگزار شده بود. خیلی ممنون سما جان از این گزارشی که برای ما تهیه کردید. رقص ها بسیار زیبا بود. بله، رقص های هندی واقعا خیلی رنگ های مختلف و خیلی شاد هستن. خیلی خیلی، به خصوص رنگ ها همطور که اشاره کردید. خب سما جان، شما در آغاز گفتگومون گفتید که مردم دهلی نو خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن از این معبد به دو علت. یکی اینکه خب درش باز هست و میتونن برن اونجا با از هر آیینی که هستن و خدای خودشون رو نیایش بکنن و دعا بکنن، و همینطور این معبد خدماتی رو ارائه میده به مردم محل. میتونید ما رو آشنا بکنید با اینکه چه خدماتی رو این معبد ارائه میده؟ بله، هر هفته کلن برای 5-6 ساعت تو عبادتگاه بهایی ما کلاس های مختلف داریم. ما کلاس برای بچه ها داریم که از 4 سال تا 10 سال هستش. بعد ما کلاس برای نوجوانان داریم که از 10 سال به کلن تا 14 سال هستش، و برای آدم های بزرگ دیگه از 18 سال بالاگی برای اونا هم کلاس داریم. تو این کلاس ها اصلا دید مردم عوض میشه، اصلا دیدشون جهانی میشه. استعدادهای مردم رو تو این کلاس ها ما پرورش میدیم، بعد این بهشون احساس میدیم که خدمت به
بشریت چقدر مهم هستش. تو این کلاس که وقتی مردم میرن تو این کلاس ها و این کتاب ها رو میخونن، اصلا دیدشون کلن عوض میشه و اصلا آدم های مختلفی میشن وقتی این کلاس ها رو تموم میکنن. یعنی این آدم ها احساس میکنن که تغییر فردی و تغییر اجتماعی دو تا جریانی هستش که بایستی با هم پیش بره. ما نمیتونیم بگیم که من فقط خودم رو عوض میکنم دیگه جامعه رو عوض میکنم دیگه کارم تموم شده. اینم نمیتونیم بگیم که خب من حاضرم جامعه رو عوض کنم ولی حاضر نیستم خودم رو عوض بکنم. کلن این مردم که این کورسا رو میکنن و از این کورسا وقتی بیرون میان احساس میکنن که وظیفه شونه که اول خودشون رو عوض کنن بعد جامعه شون هم با هم عوض شه. وقتی این عبادت میبینیم که عبادت و خدمت با هم میشه، ما واقعا میتونیم تو جامعهمون این چینج ما میتونیم اکسپیرینس بکنیم، میتونیم تجربه بکنیم این تغییرات رو تو جامعهمون. خب خیلی عالی. شما اشاره فرمودید که دوره‌هایی هست برای کودکان، برای نوجوانان و برای بزرگسالان. حالا یکی از اینها رو خودتون انتخاب بکنید. آیا خودتونم تو این دوره‌ها شرکت میکنید؟ بله من شرکت میکنم. آیا خودتون به عنوان شرکت کننده یا یکی از مسئولین هستید که اینا رو تنظیم و هماهنگ میکنن؟ یکی از مسئولیت هستم برای اون کلاس ها که از 18 سالگی و بالاتر هستش. خب پس بگیم این دوره های که از 18 سالگی به بالاتر هست برای جوانان، میتونید نمونه ای رو برای ما تعریف کنید که مثلا شما الان فرمودید که این دوره ها یا این برنامه ها زندگی افراد رو تغییر میده. حالا آیا داستانی رو دارید که برای ما تعریف بکنید؟ یا مثلا نمونه از این چیزی که در این دوره ارائه میشه و چطور اون مفاهیم یا تدریس اون مفاهیم تأثیر میذاره رو افراد؟ نمیدونم آیا اونجا معلم هست و شاگرد هست و در این دوره اصلا چند نفر شرکت میکنن کلن؟ بله، اولی که ما تو این کورس ها اصلا از این حرفه که مثل معلم و یکی شاگرد رو نداریم اصلا سنا جان. یعنی هر کسی حاضر از همدیگه یاد بگیره، برای اینکه ما اصلا یقین میکنیم که همه استعداد رو دارن، فقط استعداد بسته پرورش شدن بکنه برای کسی. وقتی اونجا همه میان همه با هم توی گروه میشینیم، تو دو تا زبون کلن این کلاس ها تشکیل میشه، یا تو یا تو زبون انگلیسی یا تو زبون هندی. بعد وقتی ما میایم این کتابا رو با هم میخونیم، بعد هر کسی میگه که اون چیزی که خونده دربارش چی فکر میکنه. اصلا بحث و اینا هم نیستش، هر کسی حق داره که هر چی فکر میکنه ما جلوی همدیگه بذاریم. بعد قشنگ با خیلی محبت با همدیگه حرف میزنیم و به یه نتیجه مناسب میرسیم. بعد یکی از این اگزمپل ها که من میخوام به شما بدم درباره منطقه هستش که همون دوروبر این عبادتگاه بهائی هستش و اسم این منطقه هست هرکش نگر. کلن بهایا ما رفتیم تو اون منطقه و به اونا گفتیم که ما یه کلاسی داریم مثل یه کمپ برای دو هفته. بعد 40 تا جوون، 20 تا دختر، 20 تا پسر تو عبادتگاه بهایا اومدن و هر روز صبح تا شب این کتابا رو خوندن. ما با این کتابا میگیم کتابای روحی. کتابا روحی از کتاب اول تا هفتم هستش. اینا اومدن این کتاب ها رو خوندن، خیلی خدمات های دیگه هم انجام دادن. در چه مدتی سما جان ببخشید صحبت رو قطع میکنم، همه این دوره ها رو در چه مدتی گذروندن؟ ما اینجا ما دو وی داریم، یا ما هر هفته برای دو سه ساعت میشینیم با هم میخونیم، یا تصمیم میگیریم که مثلا تو دو ماه تموم میکنیم، یا یه جور دیگه که میکنیم یه کمپی میذاریم. مثلا میگیم که خب مثلا تو ماه جولای یه کمپ داریم از اول جولای تا 20 جولای، همه میان و مثلا کتاب اول و دوم و سوم و تو این 20 روز تموم میکنن. بعد کلا آدم این 40 تا جوان که از هر کشنگر اومدن، اینا برای دو هفته تو عبادتگاه بهایی زندگی کردن و تو دو هفته کتاب اول تا کتاب سوم تموم کردن. بعد کتاب سوم کلا وقتی شما کتاب سومو تموم میکنی، خدماتت اینه که خودت بایستی بری و برای بچه های کوچولو کلاس اجرا بکنی. بعد این جوونا اومدن تو کلاس، تو کتاب اول یاد گرفتن که دعا یعنی چی، مناجات یعنی چی، ما چرا بایستی دعا بکنیم، چرا بایستی با خداوند حرف بزنیم. یاد گرفتن که چرا خدمت مهمه، که هدف زندگی چیه. و وقتی این کتابا رو تموم کردن، کتاب اول، دوم و سوم، پس رفتن به خونه هاشون، به منطقه شون و همه جوونا و بچه ها رو جمع کردن و شروع کردن اونجا کلاس اجرا کردن. بعد این جوونا اونجا هر کسی رفت 40 تا کلاس تو اون منطقه شروع شد. برای شما خودتون میتونید فکر کنید که منطقه اصلا کاملا عوض شد، اینا اصلا آدمای دیگه نوعی شدن اونجا.
چه عالی. پس شما در حقیقت هر شخصی رو توانمند میکنید که این تجربه رو که خودش برداشت از این دوره ها بتونه منتقل بکنه به افراد دیگه، و اگر هر کسی بتونه 3-4 نفر دیگر رو تغییر بده و زندگی اونها رو بهتر کنه و یا دیدشون رو به زندگی بهتر بکنه، خب ما اینطوری میتونیم در حقیقت خیلی این رو پرورش بدیم و این دیدگاه امیدواری و مثبت بودن و خدمت به جامعه بیشتر و بیشتر پیش بره در جامعه. بله سنان جوان، من یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، اینه که مثلا اگر منطقه خیلی کثیف باشه، این جوان خودشون همه با هم جمع میشن و قرار میگیرن که مثلا همه خیابونا رو تمیز بکنن. اگر مثلا دهشون خیابون نداره، با هم خیابون میسازن. مادر پدراشون که خیلی از ما خوشحالن، یعنی میگن که ما دیگه بچه‌هامون رو میخوایم همینجا ول بکنیم تو این عبادتگاه بهائی. یعنی اینقدر اینا به ما، خیلی اینا به ما اصلا ما رو دوست دارن و خیلی میدونن که ما اینی بچه‌ها اینجا اصلا هیچ اشکالی ندارن، یعنی بچه‌هاشون خوشحالن، بچه‌هاشون سیفن، یعنی خیلی به ما اینا اطمینان دارن. پس به نظر میاد که در این عبادتگاه در کنار اون جایگاهی، جایی که محلی که خب مردم میرن دعا و نیایش میکنن، محل‌های دیگری هم هست که شما میگید که مثلا تونستن از 40 تا جوان استقبال بکنن و برنامه‌های اونجا برگزار بشه. درسته، خوابگاه‌هایی باید اونجا باشه، اتاق‌های دیگه باید اونجا باشه. میتونید خود برای ما توضیح بدید که چه چیز دیگری در کنار اون سالن دعا در این مشرق الاذکار هست؟ سنا جان، ما هم یه کتابخونه خیلی بزرگی داریم و هم یه نمایشگاهی داریم که بهش میگیم Information Center، و هفته یه بار تو کتابخونه از ساعت 9 صبح تا 3 ظهر و هم تو نمایشگاه از 9 صبح تا 3 ظهر این کلاس ها اونجا تشکیل میشه. کلن آدم ها خودشون میگن که مثلا خب من حاضرم هفته یه بار مثلا 3 ساعت از وقتم رو بدم و این کلاس رو مثلا تشکیل بکنم. کلن اینجوری این برنامه ها در پناه این عبادتگاه اینجوری پیش میره. آیا اینا نگران نیستند که مثلا بچه‌هاشون میان، جواناشون میان در این عبادتگاه بهائی و شاید تحت تأثیر، حالا بگیم، عقاید بهائی شاید قرار بگیرن، شاید بهائی بخوان این جوانا رو بهائی بکنند، آیا این نگرانی نیست از طرف پدر مادرها؟ سرانجام من میخوام بگم که اول این چیز که هدف این کلاس ها اینه که ما یه جامعه بهتری درست بکنیم. درست. یه دهلی بهتر درست بکنیم، یه هندوستان بهتر درست کنیم، کلن یه دنیای بهتری درست بکنیم. و مطمئنن اولش بعضی ها شاید یه ذره نگران باشن که بچه‌هاشون دارن کجا میرن، مثلا خدا نکنه مثلا دین مثلا بچه من عوض بشه یا بچه من چیز دیگه بخونه، ولی کلن این همه سال گذشته و این آدما دیدن که باهایا هیچ وقت هدفشون این نبوده که بیان دین کسی دیگه رو عوض بکنن، بلکه کلن ما عقیده داریم که همه دینا یکی هستن، همه ادیان از طرف یه خدا میان و باهایا هدفشون اینه که همه دنیا رو یکی بکنن و دنیای جای بهتری بشه. برای همون اصلا من فکر کنم برای اینکه این همه سال گذشته مردم شهر و کلا مردم هندوستان میشناسن و به ما اطمینان میکنن که ما اصلا هدفمون این چیزا نیست، برای همون خیلی راحت بچه‌هاشون رو پیش ما میفرستن. این روزا ما میبینیم که تو جامعهمون 2 تا نیرو هستش، یکی نیروی سازنده و یکی نیروی خراب کننده. درست. نیروی سازنده ظاهر میشه مثلا تو این همه این کلاس های روحانی، تو همه این شرکت ها که دارن سعی میکنن که این جامعه ما بهتر بشه، ولی من فکر میکنم که مردم نمیتونن این نیروی سازنده رو خیلی قشنگ ببینن، ولی متاسفانه نیروی خراب کننده که ظاهر میشه تو جنگ، که ظاهر میشه تو بی‌انصافی، که تو فقر، تو خبرنگاری که اصلا مسئولیت نداره، این نیرو مردم میبینن و فکر میکنن که جامعه ما اصلا دیگه بده، یعنی همه فکر میکنن که تو جامعه ما هیچ خوب داره نمیشه، ولی مردم بسید بفهمن که خیلی چیزهای خوبم داره پیش میره تو جامعه ما و واقعا به خاطر همه این کارا و به خاطر این کلاسا ما واقعا داریم یه جامعه بهتری درست میکنیم، یه فردای بهتری درست میکنیم. خب سما جان، در پایان برنامه دوست دارم که از خود شما بپرسم که شما چی شد که الان در نیودلهی هستین، در دهلی نو هستید؟ بله، من اصلش از کشمیر هستم، یعنی مادر و پدرم تو کشمیر زندگی میکنن. بله، جای خیلی زیبا. بله، یعنی این سر هندوستان هستش کشمیر.
ولی کلا میخواستم خبرنگارینا بخونم. دو سه ساله که دهلی اومدم. و خودتون متولد هندوستان هستی؟ یعنی بله من متولد هندوستان هستم. مادر پدرم ایرانی و خودم کلن هندی هستم. میبینم که ساری خیلی زیبایی پوشیدید و فارسیتونم خیلی خوبه سما جان. امیدوارم که همچنان فارسیتون اینطور خوب بمونه که ما بتونیم بیشتر و بیشتر با شما در تماس باشیم و شما برای ما در ارتباط با فعالیت هایی که در هندوستان برگزار میشه برای ما تعریف بکنید. حتما سما جان حتما. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. امیدوارم که همیشه موفق باشید سما جان و امیدوارم که در این روزهایی که در پیش دارید خستگی برگزاری این جشن‌ها یواش یواش برطرف بشه. مرسی سما جان. مرسی. بینندگان عزیز با سپاس از اینکه با ما همراه بودید امیدوارم که روزهای بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید و در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. خدا نگهدارتون.